درود به شما بینندگان گرامی تلویزیون برابری، در هر کجا که هستید برایتان شادمانی، تندرستی و بهترین ها را آرزو می کنم. در برنامه این یکشنبه تلویزیون برابری که روز دوشنبه نیز از شبکه تلویزیونی دیدگاه بازپخش می گردد، ابتدا گفتگوی خواهم داشت با فریده ثابتی، پژوهشگر و فعال جنبش لغو کار مزدی پیرامون جوانبی از بودجه سال 94 دولت حسن روحانی. سپس دوست عزیز بهروز فراهانی، فعال و پژوهشگر جنبش چپ، مطلبی خواهند داشت پیرامون دیدگاه زنده‌یاد بیژن جزنی از پیشگامان جنبش چپ نوین ایران در رابطه با ارتجاع روحانیت در ایران به مناسبت 40 سالگرد تیرباران او به همراه 8 دیگر از زندانیان سیاسی در تپه های اطراف زندان اوین توسط عوامل ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاهنشاهی. اما ابتدا به گزارشی از تجمع سراسری معلمان ایران در روز پنجشنبه 17 اردیبهشت ماه توجه فرمایید. هزاران معلم در شهرهای مختلف ایران صبح روز پنجشنبه 17 اردیبهشت در اعتراض با آنچه دستمزدهای ناعادلانه می‌خوانند، تجمع سکوت برگزار کردند. تجمع سکوت معلمان ناراضی در بیشتر شهرها مقابل ادارات آموزش و پرورش برگزار شد، اما در استانهای تهران و البرز در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند. شمار حاضرین در تجمع مقابل مجلس به 4000 نفر می رسید. خبرنگار ایلنا حضور ماموران نیروی انتظامی در این تجمع را پرشمار گزارش کرده است. از سوی خبر می رسد روز چهارشنبه یک نهاد نظارتی شماری از فعالان صنفی معلمان را احضار کردند و تنها به این شرط به آنها اجازه داده شب به خانه بروند که تعهد دهند در تجمع سراسری شرکت نمی کنند. در بیشتر پلاکارد هایی که معلمان حمل می کردند مطالباتی نظیر بهبود وضعیت معیشتی، آزادی معلمان زندانی و استعفای وزیر آموزش و پرورش دیده می شد. همچنین در پارچه نوشته ها این شعارها به چشم می خوردند، از جمله خط فقر 3 میلیون، حقوق ما 1 میلیون. فقر را شاید تحمل کنیم ولی فرق را هرگز. آزادی معلمان زندانی، بداغی، باقری و هاشمی. وزیر بی‌لیاقت، استعفا، استعفا. معلمان باید مدیران مدارس را انتخاب کنند. معلم فریاد می‌زند و رسانه سانسور می‌کند. دغدغه معلم معیشت است. فریاد سکوت برای رفع تبعیض. خصوصی سازی مدارس مخالف اصل 30 قانون اساسی است. معلم بیدار است، از تبعیض بیزار است. تجمعات روز 17 اردیبهشت ماه سومین اعتراض سراسری معلمان به شمار می رود که به دعوت کانون صنفی معلمان ایران برگزار شد. معلمان معترض علاوه بر این تجمع سراسری دو بار دیگر در تاریخ‌های 10 اسفند ماه سال گذشته و 27 فروردین ماه امسال در بیشتر شهرهای ایران به صورت همزمان تجمع کرده بودند. حضور زنان معلم و خانواده معلمان در این تجمع سراسری چشمگیر بود. بینندگان گرامی، بودجه هر دولت آینه است برای نشان دادن ماهیت آن دولت و مکانیزم هایی که در خدمت به طبقه و اقشاری که نمایندگی می کنه در مقابل بقیه آحاد جامعه به کار می گیره. دوست عزیز فریده ثابتی، پژوهشگر و فعال جنبش لغو کار مزدی در مطلبی تعمقی داشتند بر جوانبی از بودجه سال 94 دولت حسن روحانی. مجالی یافتیم که در این رابطه با هم گفتگویی داشته باشیم. فریده ثابتی عزیز،
با سلام و درود به شما و سپاس از اینکه فرصت پیدا کردید این گفتگو رو پیش ببریم. مرسی، منم خوشحالم که اومدم این صحبت رو داشته باشیم. در وهله اول میخوام سلام بکنم به همه دوستان عزیزی که این برنامه رو تماشا میکنن و ادامه بدیم با. بله، خب شما به این مسئله بودجه پرداختید. خوب در آغاز برای بینندگان ما توضیح بدید که اساساً چه اهمیتی داره که به این موضوع آماری که با ارقام متعدد و گاهی وقتی که مسئله ریال و تومار به وسط میاد سرگیجه‌آور این رقم‌ها رو که آدم نگاه میکنه، به این موضوع بپردازید و دلایل شما برای پردازش این موضوع چی بوده؟ اصولا بودجه، تعریف ساده‌ای که از بودجه میدن اینه که در حقیقت بیانگر دخل و خرج یک دولت در یک سال مالی هستش. این تعریفیه که معمولا کلاسیک در دانشگاه ها به دانشجویان یا تو مدارس در رشته اقتصاد گفته میشه، ولی وقتی آدم به این مسئله نگاه میکنه، یعنی بودجه رو در نظر میگیره و میره تو اجزاش و نگاه میکنه، میبینه که بودجه در حقیقت فقط بودجه نیست، بلکه بودجه در رابطه با دولت هستش و ارتباط تنگاتنگ این دوتا رو با هم نشون میده، یک دولت و بودجه‌ای که برای یک سالش تعیین میکنه. بنابراین در اینجا مسئله دولت خیلی مهم میشه، همینطور که تو گفتی که بودجه در حقیقت بیانگر وضعیتیه که یک دولت، من اینجا میگم نه یک دولت بلکه تنها دولتی که داریم دولت سرمایه‌داری هست در جهان و در همه جای دنیا این دولت‌های سرمایه‌داری هر سال میان یک ارقام و آماری رو یا طرحی رو می‌ریزن ارائه میدن برای اینکه بگن در سال آینده ما چی کار میکنیم. پشت این ارقام و اعدادی که در لایحه بودجه میاد ما میتونیم واقعیت این دولت رو ببینیم، یعنی رابطه اون با طبقات مختلف مسلم و چطوره و به چه شکل این رابطه رو با اقشار مختلف جامعه تنظیم میکنه از طریق بودجه بندی خودش. بله، مسلم وقتی که در تعریف دولت ما میگیم دولت ابزار ستم طبقاتی هستش، یعنی اون دستگاهی هستش که ستم یک طبقه رو بر طبقه دیگری اعمال میکنه با همه امکانات و ابزار و وسایلی که در اختیار داره. مسلم در این بودجه ما این برنامه به اصطلاح ابلاغ این ستم و مستقر کردن این ستم رو به وضوح میتونیم ببینیم. میبینیم که چطوری در بودجه اونچه که درآمدها و مخارج هست میاد، درآمد از کجا میاد، مخارج چجوری توزیع میشه و چطوری این وظیفه ای رو که دولت به عنوان ابزار ستم طبقاتی داره وظیفه خودش رو انجام میده. خب حالا شما به طور مشخص در رابطه با بودجه سال 94 دولت حسن روحانی روی چه محورهایی متمرکز شدید و خب طبعا شما درآمدهای دولت رو، یعنی دولت تا درآمدی نداشته باشه نمیتونه این رو هزینه‌ش هم بکنه، قطعا شما ابتدا روی این درآمدها و بعد با توجه به اینکه آمارهایی که این دولت اسلامی میده زیاد قابل اتکا نیستن، شما چطور از دل این آمارها واقعیت این درآمدها و اینا رو درآوردید؟ یعنی با مشکلاتی که در واقع شما با بررسی این موضوع باش مواجه بودید و آمارها و اینها، خوبه که به این هم اشاره کنید. درسته، من البته بیشتر میخوام برگردم به بحث اولیم برای اینکه این بقیه رو سامان بدم. دولت یه رابطه بسیار ویژه‌ای بین دولت و سیستم سرمایه‌داری وجود داره، یعنی مثل قدیم نیست که بگیم دولت فقط رتخ و فتخ امور میکنه، دولت الان همه چی رو سامان میده، دولت کنترل میکنه، دولت هستش که به عنوان نماینده طبقه باید تضمین بکنه که نظم حاکم با قانونش با همه چیزهاش به طور منظم پیش میره. یعنی فقط اینطور نیست که
طبقه کارگر رو تحت کنترل شدید داره و ستم رو بر اون روا می‌داره، در همه بخش‌های حتی گاهی این ستم رو ما می‌بینیم که مثلا مسئله اصلا در به ظاهر طبقاتی نیست ولی باز این کنترل اعمال میشه. مثلا ما می‌بینیم تو ایران دولت سرمایه‌داری ایران دراویش رو مورد حمله قرار میده، یا حتی مثلا میبینیم جوانانی رو که فرض در پارک جمع شدن و آب بازی کردن با هم. یعنی این بیانگر این هستش که ابزار نظمی که ابزار کنترلی که این دولت برای برقراری نظمش داره همه چیه جامعه رو شامل هست. یعنی هر حرکتی که، یعنی خود این سرکوب هم توی بودجه منعکس میشه، مسلمه، همه این چیزها رو در نظر میگیره. دولت یه سلسله دستگاه‌های سرکوب داره، این دستگاه‌های سرکوب همیشه حاضرن برای انجام وظیفه. این وظیفه میتونه در داخل باشه، میتونه در خارج از مرزها باشه، رقابتی که بین بخش‌های مختلف سرمایه وجود داره. ما در داخل میبینیم که یعنی ارتش منظم دارن، نیروی انتظامی دارن. اگر بیایم راحت ترش بکنیم در داخل خود ایران اینا رو بگیم که ملموس تر باشه، خب اینا ارتباطش بدید به همین موضوع بودجه که فاصله نگیریم از اون. نیروی انتظامی هست، نیروی نظامی، کمیته ها، سپاه پاسداران، بسیج، گشت های مختلف، همه اینا به اضافه دستگاه قضایی، همه اینا ابزار سرکوب دولتی هستند و همه اینا باید سهمشون در بودجه مشخص بشه. خب الان این من خواهشم از شما اینه که اون ارقام و اینها رو حذف کنید از این و کاری... تناسب اینها رو، چون به حال برای بینندگان هم مشکل خواهد بود که پی بگیرن این ارقام نجومی رو. یعنی خود منم که این مقاله شما رو میدیدم گاهی وقتا سرگردان میشدم بین میلیارد و میلیون و تمام این چیزهایی که الان به این شکل در آمده. سابق خیلی محدودتر بود، الان خیلی آره، البته در جامعه ایران الان این ارقام خیلی خیلی در گردش هسته، چون یه بخش کوچیکی هستند که بخش حدود 5-6 میلیون نفر هستند در داخل جامعه که اصلا مناسباتشون بر اساس میلیارد و تریلیون و بیلیون هستش دیگه. صحبت از ممکنه مثلا فرض یه معلم، یک کارگر کارخانه، یک پرستار تمام مدت عمرش اگر کار بکنه به تریلیون و میلیارد اینا نخواهد رسید درآمدش، ولی اونا تو بحث‌های روزانه‌شون این رو عنوان میکنن. بنابراین برای ما که با این پولا سر کار نداریم به نظر خیلی بزرگ و یه چیز عظیمی ترسناک میاد، ولی برای اونا چنین چیزی نیست. ولی مهم اینه که در این در هر بودجه یه بخش درآمد مشخص میشه و یه بخش مخارج. ما تو این بودجه گذشت از این که کاری به این نداریم که کدام بخشش چقدرش از کجا میاد و چی جوریه، تعیین کردن که درآمدهای دولت بر این مواله: مالیات بر کالا و خدمات، مالیات اشخاص حقوقی، مالیات بر ارزش افزوده، مالیات اشخاص حقوقی غیر دولتی، مالیات بر واردات، مالیات بر درآمدها و مالیاتی که از حقوق و درآمد کارگران گرفته میشه. خب اینا در حقیقت از چیزهای مختلفی ما اسم بردیم: کالا، خدمات، ارزش افزوده، حقوق کارمندا، حقوق کارگرا، مالیات بر واردات، همه این چیزها. ولی وقتی به اصلش نگاه بکنیم فقط به دو کلمه میرسیم: مالیات تنها از کار پرداخت شده به کار پرداخت نشده گرفته میشه. به این طریق که من و توی کارگر و اون دوستای کارگر ما در همه بخش‌های مختلف اقتصادی جامعه، اقتصادی غیر اقتصادی، اینا اون پولی رو که کارگرا وقتی کار میکنن، ارزشی که ایجاد میکنن، بخش کوچکی از این ارزش، البته خیلی پیش با افتاده است همه میدونن، ولی من دوباره اینو میگم برای اینکه به بحث ادامه بحث برسم، بخش کوچکی از اون به عنوان
کار پرداخت شده یا کار لازم به کارگر پرداخت میشه به عنوان دستمزد. این دستمزد باید زندگی کارگر رو معمولا در نظر میگیرن، یک نفر و دو تا بچه و یه همسر، پنج نفر یا همینطور یک زن و دو تا بچه و همسرش، پنج نفر باید تامین بشن. این دستمزد فقط بخش کوچکی از میزان ارزشی هستش که این تولید کرده. بقیه اون چیه؟ خب از این میزانی که تولید کرده یا کارگر یا کسانی دیگه که از در بخش‌های دیگه کار میکنن و ماهانه دستمزدی رو دریافت میکنن، مستقیم درصد خاصی میره به حساب مالیات. یعنی ازت نمیپرسند که تو چیکار میکنی، چیکار نمیکنی، مایل هستی، نیستی، تو هیچ راهی برای گریز نداری. از اول حساب مشخص میکنن دستمزدت اینقدره، بعد اینقدر هم در اینقدر درصد تو باید مالیات بدی، مالیاتت هر ماه به ماه میره تو خزانه دولت و هیچ مشکلی دولت با این مسئله نداره. حالا اصلا فکرم نمی کنه که این کارگرا اصلا حقوقشون به خرجشون میرسه که باید مالیات بدن و چرا باید از اینا مالیات گرفته بشه. اینا این قسمت هستش. یعنی اتوماتیکه این دیگه. این اتوماتیکه. هر جای دنیا دستمزد در اختیار خود این آره من وقتی هست و مستقیم آره برداشت میشه. آره صحبت آره از دولت که میکنم، یه دولت عام هستش که شامل حال دولت جمهوری اسلامی هم آره میشه. بخش دیگرش هست مالی به اصطلاح که در سیستم سرمایه‌داری بهش میگن ارزش افزوده، در ما بهشون میگیم ارزش اضافی یا کار پرداخت نشده یه کارگران. این کار پرداخت نشده که کارگران میدونیم که بخشیش میره صرف مخارج زندگی سرمایه دار میشه و اطرافیانش و اینا میشه درآمدش، بخش دیگهش به عنوان سود در نظر گرفته میشه. اون وقت دیگه بخشی از مالیات میاد از این سود گرفته میشه. یعنی اینکه سرمایه‌داری که میلیاردها سرمایه داره و این سرمایه‌ها رو ما با گذشتش اینکه چجوری ایجاد شده کاری نداریم فعلا رو در نظر میگیریم، در این سال در وقتی میخوان مبدأ بگیرن برای تعیین مالیات به سرمایه‌اش هیچ مالیاتی نمیبندن. 10 میلیارد داشته باش، 50 میلیارد داشته باش، اون هیچ چیزی بهش مالیات تعلق نمیگیره، بلکه فقط به همین کار پرداخت نشده کارگران هستش. یعنی باز هم کارگرها هستن که مالیات میدن، فقط از اون بخشی که ازشون غصب شده و بهشون داده نشده. در نتیجه همین پریروز توی روز کارگر تو هانوفر از پشت بلنگو آقایی که صحبت میکرد اینو میگفت، یه خانواده ای رو اسم میبرد، میگفت این توی هانوفر هست و 16 میلیارد اینا ثروت دارن و از این ثروت مالیاتی گرفته نمیشه. همینطور هستش. بابت تازه از اون قسمت سود هم راه‌های فرار خب الان مختلفی همینو آره وجود همینو داره، اونم به خصوص در جمهوری اسلامی که روشنه دیگه. آره در این جایی که مالیات میده همین موضوع حقوق بگیره. آره و بنابراین از اون بخش پرداخت کار پرداخت نشده هم وقتی میخوام مالیات بگن، هزار راه برای سرمایه‌دار وجود داره که از مالیات فرار کنه. یکیش اینه که اینا نزدیکی‌های آخر سال که میشه میرن شرکت‌های رو میخرن، شرکت های دختر درست میکنن و بعد میگن این پولی که برای خرید اون داده میشه از سود کم میشه. در نتیجه مالیاتی که میدن به اندازه پولی که برای این شرکت پرداختن کمتر میشه. و یک راه دیگه، این یکی از کارهایی است که معمولا میکنن. یک کار دیگه اینه که همین شرکت هایی رو که خریدن در سال بعد نزدیک مالیات که میشه میگن این شرکت ورشکست شده و اینقدر هم ضرر زده به دست آوردیم. یعنی اون سرمایه‌ای که کنار گذاشته بودن به اضافه این مقدار ضرر دوباره از سود سال آتی کم میشه و از مالیاتشون کم میشه. یه بخشش مثلا در داخل ایران طبق چیزای مقررات مذهبی سهم امام هست. سرمایه‌دارا میرن یه پولی رو به دفتر خمینی خامنه‌ای میپردازن و یک مدرکی میگیرن که ایشون سهم امامشون رو پرداختن. در نتیجه میزان مالیاتی که باید بپردازن خیلی پایین میاد. یه قسمت دیگهش اینه که سرمایه‌دارا میتونن وقتی موقع پرداخت مالیات میشه دست به نوسازی بزنن.
ساختمون یا دفترشون رو تعمیر بکنن، مبلمانش رو عوض بکنن، بعد ماشین نوع بهتری بخرن زیر پاشون بذارن و تمام مخارجی که طی سال داشتن، برق و گاز و پول بنزین و همه اینا حساب میشه، از سودی که اینجا دارن کم میشه و در نتیجه از مالیات کم میشه، چون اینا رو به حساب کار داخل شرکت میذارن، نه کار مثلا بخش درآمد فردی خودشون که اون بخشی که میره اونجا. و یه مسئله دیگه که در ایران غیر از این سهم امام و این چیزا قوقا میکنه، مسئله رشوه و ارتشاء هست. دقیقاً. یعنی اینکه اون بخش که قانونی عمل میکنه اون راه ها رو برای گریز داره، ولی بخش دیگه ای هست که وارد زد و بند میشه. همونایی که همون کارهای یعنی این چیزای قبلی رو هم میکنن، این بخش رو هم فراموش نمی کنن. یعنی وقتی تازه اون وقت همه این چیزها رو کنار زدن، هی میزان مالیات کم شد، وقتی میخوان وارد عمل بشن با افرادی که مامورای به اصطلاح کسانی که از بالا تا پایین پولی به اینا داده میشه و یه دفعه میبینی که مثلا بند کمتر از یه کارگر مالیات میده. یعنی یه سرمایه‌داری که میلیاردها تومان درآمد داشته، در واقعیتش پایین تر از اون کارگرانی که دستموزشون مستقیم ازشون مالیات کم می‌کنن مالیات میده. اینطوری میشه. بعدش هم بعضی از این چیزها، خب اینا تو قسمت خصوصیه، اون بخشایی که به دولت وابسته هستن یا زیر پوشش دولتن یا در مدار حکومت هستن، بخشن بعضی هاشون اصلا مالیات نمی‌پردازن. مثلا شما حساب بکنی مالیاتی که سپاه میده، مالیاتی که آستان قدس رضوی میده، یا مالیاتی که بنیاد شهید حالا شده بنیاد مستضعفان اینا میدن، اصلا در ما به عنوان مثلا بنیاد شهید، بنیاد همین آستان قدس رضوی و سپاه، در حقیقت سه تا از بزرگترین سرمایه های خاورمیانه هستن، کنسرن های بزرگی هستن که روی خیلی چیزها پا گذاشتن و در کمپره اوناست. مالیاتشون رو مثلا مالیات سپاه رو مالیات نهادها و بنیادهای انقلاب اسلامی در مجموع برابر است با 760,606 میلیون ریال. یعنی در مقابل اون میلیارد ها اینجا میاد در سطح میلیون فقط. بعد اینا نه تنها مالیات نمیپردازن بلکه در بودجه دولت سهم دارن. بیشترین سهمی رو که من نگاه کردم، من یه چیزی رو دیدم، یعنی از درون همین سیستم بودجه اینو بیرون آوردم، سهم 15 تا مرکز مذهبی رو که اینا در مجموع 97 تریلیون ریال بودجه بهشون رسیده. خب حالا شما رفتید توی هزینه ها، آره، درآمد ها، رفتید توی هزینه، یعنی ها که اونجا خیلی مقایسه جالبی کردید توی این، آره، ولی همینجا میخواستم بگم که توی همین مجموعه بنیاد شهید که 8 تریلیون دریافت میکنه، یا مثلا سپاه که البته ما در اینجا با داده های رسمی عمومی سر و کار داریم، اونچه که در خفا بهشون تعلق میگیره یا سهمی که اونا در تجارت دارن، در مثلا فرض سپاه اسکله داره و در اونجا برای خودش از همه کشتی هایی که میان اونجا بارگیری میکنن میذارن سهم میگیره، یا سهمی که اینا در مواد مخدر دارن، در قاچاق مواد مخدر، در قاچاق کالا، و حتی دیدیم که رؤسای جمهور هم مثلا احمدی نژاد هم حتی دادش در اومد، برادران قاچاقچین رو عنوان کرد. یعنی درآمدهایی که به اینا اختصاص داده میشه به عنوان بودجه قابل محاسبه نیست. ما فقط یه جزء کوچکیشون رو در بودجه دولت داریم. خب حالا شما همین که دستان سوال کردم قبل از این، در رابطه با هزینه ها، این درآمدهای دولت بود که البته سهم نفت رو شما در اینجا، البته خب این درآمدهایی که از اون بخش غیر از مالیات ها وارد بودجه دولت میشه، اینم اشاره بکنید و بعد بپردازیم به مسئله هزینه ها و این تبعیضی که بین هزینه هایی که
برای مصارف در واقع تحمیق مردم و سرکوب مردم میشه و اون هزینه هایی که در بخش های مثلا آموزش پرورش، بهداشت و اون تامین اجتماعی انجام میگیره که مقایسه بسیار جالبی کرده بودید، ولی قبل از اون این مسئله درآمدهای نفتی در حقیقت در جامعه سرمایه‌داری اون بخشی که استثمار میشه غیر از طبقه کارگر طبیعته. طبیعت همراه با طبقه کارگر در نظام سرمایه‌داری استثمار میشه، چه از طریق نفت، از طریق مواد معدنی و از طریق در حقیقت خساراتی که از طریق تولید بر طبیعت وارد میکنن، بر آبها، بر اتمسفر، بر همه این چیزها. نفت هم همینطوره. نفت یک بخشی از به اصطلاح درآمد یک جامعه هست، حالا به وسیله کارگرای شرکت نفت تولید میشه، اون که چقدر ارزش اضافی تولید میکنن، چقدر این سر جای خودش هستش، ولی طبیعت یک بخش عمده هست. و طبیعت هم فرضاً اینطور نیست که این اگر ما در الان زندگی میکنیم، اون چه که در ایران وجود داره فقط به همین حکومتی که الان هست یا به نسلی که الان هست تعلق داشته باشه. این به نسلهای مختلف، نسلهای قبلی ازش استفاده کردن یا نکردن و میلیونها سال طول کشید تا به اینجا رسید، ولی به طور وحشتناکی از این استفاده میشه. مثلا من یادمه در سالهای اول انقلاب وقتی که بهزاد نبوی سخنگوی دولت بود، ازش پرسیدن که آیا حالا دیگه میزان تولید نفت رو کم میکنیم؟ شاه اونقدر بیرحمانه نفت تولید میکرد و میفروخت، حالا برای به خاطر اینکه انقلاب شده نمیشه که مثلا برای به اصطلاح نسلهای آتی. پاسخ جالبی داد، گفتش که گر چرخ به کام ما نگردد گوییم تا نگردد. اگر جمهوری اسلامی نباشه و نفت باشه به چه درد ما میخوره؟ دیگی که برای ما نجوشه کلی مثلا سگ توش بجوشه. آره. همچین در نتیجه هم نفت و هم مواد معدنی که اینا غارت میکنن بازی بخشی هستند که در حقیقت یه بخش طبیعیشه که همراه با طبیعت کارگرایی هم که در اونجا کار میکنن روی اونها در معادن، در بخش نفت و گاز و غیره، در حقیقت یه بخشی از این درآمد رو تولید. خب این درصد این به چه شکلیه الان؟ درصد اینا حضور گفتن درآمدهای نفتی که ادعایی که شما نوشته بودید در اینجا که اینها مدعی‌اند که بالاتر از 50% باید درآمدهای غیر نفتی باشه از قرار. البته مهم نیست که آره، البته مهم نیست که آیا اینا از نفت میگیرن یا گاز میگیرن یا هر چی. مهم اینه که اینا در حقیقت سیستمیه که زیر سوال هست. سیستم سرمایه‌داری مثلا از همه چی استفاده خواهد کرد، ولی اینا خودشون میگن که در برنامه امروز ما، یعنی امسال ما، سهم نفت 32%. بقیه رو سعیشون بر اینه که از مالیات و نمیدونم چیزهای دیگه تامین بکنن، ولی بخش عمده ای هم خب اینا گاز و این چیزها رو هم کنار گذاشتن، پتروشیمی اینا رو هم کنار گذاشتن که این روش بره میشه بیشتر از این. و خب البته یعنی در حقیقت فکر میکنم که فرقی با حال تودهای کارگر نداره که از کدوم بخش باشه. بله. خب حالا بپردازید به اون مقایسه هزینه های دولت حسن روحانی. اون بخشی که به هزینه های نظامی، امنیتی و مذهبی تعلق میگیره و مقایسه اون به بخش هایی که به هزینه های اجتماعی هست. بله، همون تو قسمت اول من گفتم دولت باید در اجرای به اصطلاح نقش خودش به عنوان به اصطلاح ابزار ستم طبقاتی و همچنین در نقشی که در
به اصطلاح گردش سرمایه و سیستم انباشت داره، باید یه سلسله خرج و مخارجی رو هم به اصطلاح حساب بکنه برای خودش. مخارج نیروهای سرکوب رو گفتم که کیا هستن، و در داخل همه اینها، یعنی نیروهای سرکوب فقط پلیس و سپاه و اینا نیستند، بلکه دستگاه قضایی هست، مجلس های مختلف هست. میدونیم تو ایران 4-5 تا مجلس هست. بله. مجلس شورای ملی، شورای اسلامی هست، مجلس خبرگان هست، مجلس تشخیص مصلحت هست، مجلس مصلحت نظام، خلاصه 4-5-4 تا مجلس دارن که هر کدوم از اینا بیت رهبری هم که دیگه اون هزینه‌اش مشخصه، یعنی غیر از اون سهم مشخص مستقیمی که از درآمد نفت میبره، آره، هم یک بودجه مشخصی هم توی این بخش که باقی مانده در برای چیز میگیره، و غیر از اون چیزایی که ذکر کردی در رابطه با مالیات، سهم امامی که خود مردم از بخش مالیاتشون میدن به اون بخش. البته خب خود مردم که بخشی از توده های مردم هستند که هنوز به اون درجه از آگاهی نرسیدن، هنوز روی خرافات مذهبی فکر میکنن که باید خود، یعنی در حقیقت من میدیدم مردمی رو که واقعا زندگیشون نمیگرده، خرج زندگیشون رو ندارن، ولی هر سال میگن که اینقدر باید سهم امام خب رو بدیم. اون بودجه‌ای که اینها صرف مساجد میکنن و بعد آموزش، حتی توی آموزش و پرورش هم، خب یعنی آگاهی از آسمان که نمیاد، آگاهی باید در جامعه سازماندهی بشه، و اون بودجه که اینها به اختصاص میدن به تحمیق توده ها، بازتابش خود به خود در اون دادن سهم امام و اینها پیدا میشه دیگه. آره، در این بودجه ها من گفتم سهم 15 تا مرکزی رو که مراکز اسلامی بودن مشخص کردم، اکثرشون تو قم هستن، و برای یک مثلا حوزه علمیه چندین نهاد هست که هر کدوم بودجه سوایی دارن، مثلا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه قم، سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی، سازمان فرهنگی و ارتباطات اسلامی، پژوهشکده انقلاب اسلامی، مرکز خدمات حوزه علمیه، بعد شورای عالی حوزه های علمیه، و اینا این چند تا اسمایی هستش که همشون تقریبا کار مشابهی انجام میدن. در بینشون این مرکز خدمات حوزه علمیه بیشترین سهم رو داره با 5 میلیارد و 70 میلیون ریال، یعنی میلیارد ریال، که این مرکز توسط خامنه‌ای تأسیس شد در سال 89، و طور که یه مصاحبه میخوندم از رئیسش، فردی به اسم حسن ربانی، که این میگفت ما 160 هزار طلبه رو بخشن ایرانی و بخشن و بیشترشون خارجی زیر پوشش داریم، که به اینا امکاناتی که میدن، البته تو سایت اینا نگاه میکردم طلبه ها اعتراض داشتن، میگفتن که به ما که ایرانی هستیم نمیرسن، ولی به این چیزای خارجی خیلی امکانات میدن، و اینا به همشون، به اینا خدمات درمانی، یعنی همه اینا دفترچه خدمات درمانی دارن، وام مسکن بهشون داده میشه، پول میدن که وسایل زندگی لازم رو برای خودشون بخرن وقتی میان، بعد بهشون وامای بدون بهره یا بی بهره داده میشه، کمک هزینه تحصیلی برای خودشون و برای بچه هاشون داده میشه، یعنی همه اون چیزهایی رو که مردم ندارن اینا برای اینا تعمیم میکنن. این سهمیه که اختصاص داره به ابزارهای تحمیق. آره. حالا این مقایسه این با بخشی که به خدمات اجتماعی بهداشت، و بعد سوال من این بود که از این بودجه چقدر سهم تحقیقات، سرمایه گذاری های بنیادی و اینها وجود داره؟ آیا شما روی این تمرکزی داشتید؟ این که به طور ویژه مثلا بگن تحقیقات در رابطه با چیزای علوم نداشت تو برنامه، مثلا همیشه که اینجا مثلا فرض دیدین تو همین بخش چیز گفتم، پژوهشکده نمیدونم انقلاب اسلامی،
این برای خودش بودجه داره. ولی این که بگیم مثلا بگن دانشگاه ها یه بودجه به دانشگاه اختصاص میدن که خیلی کم هستش به نسبت میزان دانشجو در ایران، و این که بگن که مثلا این هم جالبه با سهمی که به طلبه ها اختصاص میدن، سهم آموزش و پرورش به طور کلی، که حالا در ضمن اون هم باز این ابزار تحمیق و حالا با برگماردن طلبه ها در آموزش و پرورش و اینها. البته این ابزار رو فقط لازم نیست که طلبه انجام بده، غیر طلبه و هر کدوم از آهاد مردم هم میتونن همین کار، مضافه یعنی این سازمان یافته مضاف بر اون چیزی که شما الان میگید. آره اینا بخشن آره ابزار سرکوب سازمان یافته هستن. این ابزار یعنی ابزار سرکوب دو بخش هست، بخش علنی هستش که با بدن انسان سر و کار داره، با فرد انسان سر و کار داره به طور خاص، بخش دیگرش که ابزاری هستن که نرم نرمک مثل دیجیتال هستن، وارد سلولای مغزی میشن بدون اینکه طرف حس بکنه که در مورد حمله واقع شده، و اینا از طریق مساجد، از طریق مراکزی که دایر میکنن، از طریق دورهایی که میذارن برای مثلا فرض برای قرآن، برای مسائل پاسخگویی به مسائل مذهبی. من جلساتی رو دیدم در دانشگاه ها که آخوندا یا حتی نه آخوند، استادای به عنوان استاد آقای دکتر فلانی میان و چیزهایی رو تو مغز این جوونا وارد. البته مشکل فقط اینجا این نیست که اونا این کارو میکنن، اینجا همیشه دو طرف داره، یعنی مردمی که پذیرا میشن هم در مقابل قرار دارن. اتفاقا چیزی جالبی از مارکس خونده بودم، میگه مارکس میگه همش میگن که چرا این انقلاب شکست خورد، چرا اون انقلاب اینطوری شد. پاسخ بعضیا میگن خیلی راحته، اینا اومدن بر دوش انقلاب سوار شدن، اونا اومدن انقلاب رو به انحراف بردن. آره بعد میگه که خب پس سهم اونایی که اجازه دادن دیگران رو دوششون سوار بشن چیه؟ اینجا هم تو ایران هم همینطوره، در ما ای که اجازه میدیم که با ما اینطوری برخورد بشه، اجازه میدیم که ما رو تحمیق بکنن، اجازه میدیم که در دانشگاه ها میدونیم چقدر خانواده ها برای اینکه بچه هاشون رو به دانشگاه بفرستن دچار مشکل هستن از نظر مالی، بخشن وام میگیرن برای پرداخت شهریه، خانوما طلاهاشون رو میفروشن اگر جمع کرده باشن، بعد میرن در دانشگاه باید برای این چیزا یعنی پولی رو که پرداختن باید برن در چنین کلاسایی بشینن. این بگذاریم در حاشیه این، خوشبختانه آدم میبینه که جوانان ایران با وجود همه این سموم در حدود قابل توجهی در خارج مدار جمهوری اسلامی عمل میکنن، یعنی اونجایی که میاد. خب این حالا خب آره مضمونش قابل بحثه، ولی این پدیده جالبیه در ایران که با وجود این همه سرمایه‌ای که صرف تحمیق توده‌ای میشه، ولی جوانان ما به شکل دیگه‌ای دارن خودشون آموزش میدن و جلو میرن. این به عنوان حاشیه. خب من اتفاقا به همین معتقدم که دولت جمهوری اسلامی از اولش با همون سرودای انجزه انجزهی که بچه های ابتدایی میخوندن تا حالا در بخش فرهنگی اصلا موفق نبودن، نتونستن روی بچه ها تأثیر بذارن و نتونستن روی بزرگا. والا تصور میکنن که با اختصاص این بوجه های کلان، تولید طلبه ها، فرستادنشون توی مدرسه ها و اینها، این نقیصه رو جبران میکنن، ولی این مدام به ضد خودش تبدیل میشه. خب شما داشتیم مقایسه بودجه ها رو میگفتیم، بودجه هایی که تعیین شد مثلا در مقایسه بودجه نیروهای اطلاعاتی با بودجه‌ای که برای آموزش پرورش تعیین کردن، بودجه آموزش پرورش با 1.5 میلیون معلم و کارمند اداری و 12 میلیون دانش آموز یه مقدار یعنی اونقدر هستش که خودشون اعلام کردن که ما حتی قرض هامون رو
قرضهایی رو که از سالهای قبل داریم با این بودجه نمیتونیم بپردازیم و نمیتونیم کار دیگه‌ای بکنیم، یعنی حتی بهبود به اصطلاح سطح زندگی کارمندامون رو هم نمیتونیم با این بودجه تامین بکنیم. این اعتصاب با عظمت معلمان، جنبش معلمان، باستابیه برای همین اختصاص بودجه دیگه. یعنی وقتی که اونجا معلم شام و شب زندگی خود و خانوادهش رو نمیتونه تامین کنه، روشنه میاد توی خیابونها. البته خب این اومدن ها خیلی زودتر هم میباس انجام میشد، البته سال هاست که این عمل جریان داره، ولی جالبه که تو همین اعتصاب هم ما دیدیم که صحبت هایی که افراد مختلف کردن برمیگرده به رابطه خیلی ها سعی میکنند که دولت رو یه چیزی وابسته به مردم نشون بدن، یعنی دولت رو از سیستم جدا بکنن، از سیستم سرمایه‌داری یا از سیستم حاکم، و به مردم نزدیک بکنن. وقتی که معلم‌ها اعتصاب می‌کردن، نماینده کانون صنفی معلمان گفتش که معلم‌ها از تشکل‌ها جلوتر حرکت می‌کنن و به همین علت اینا نتونستن جلوی با این که با اعتصاب، با این اعتراض بیرونی به خاطر اینکه به دولت ضربه می‌زد جلوگیری بکنن. یا مثلا سازمان معلمی باز هم اونم گفت ما هم مخالف بودیم چون به ضرر دولت هستش، یعنی هر دو تا البته هر دو دستگیر شدن. به ضرر دولت نگفتند، گفتند که از نظر اینی که آموزشه بچه. نه من یعنی اینم اشاره کردن جملاتی رو که به خاطر اینی که آموزش تعطیل نشه. نه جمله‌ای که من خوندم این بود که هم به ضرر ماست هم به ضرر دولت، برای اینکه کسان دیگه‌ای منظورش محافظه‌کارا بودن، اینا میان از این سوء استفاده میکنن. نه. یعنی اینکه اینا سعی میکنن بخشی که در حقیقت اینا رو مردم رو، توده های مردم رو، اینجا معلم ها رو، کارگران بخش آموزش رو وصف کنن به دولت، بگن دولت از شماست، دولت از ماست، ما نباید کاری بکنیم که چاقو نباید دست خودشو ببره، ما نباید کاری بکنیم که دولت ما آسیب ببینه. خب البته اینجا باید یک مقداری ملاحظاتی رو که زیر اون موج سرکوب این فعالین با وجود این زندان بیرن و اینها بود. آره این رژیم، یعنی این توضیحات رو که داده میشه توسط کسانی که حالت نمایندگی پیدا میکنن، باید با خود اون جنبش از اون منفک کرد. یعنی الان ما حضور یک جنبش وسیع معلمین رو داریم، این رو نمیشه با توضیح نمایندگان اینها که ملاحظات دارن، یعنی نه من زیر موج اون سرکوب و اینها، اینا صراحتا نمیتونن بیان میگن ما ضد دولتیم، اینا میگن که ما حقوق صنفی ما این هست و این رو میخوایم. این رو وقتی که پیگیری میکنن این حرکت با ارزشیه در مرد. اصولا من حرکت معلم ها رو قانع هستم که همه ما باید از حرکت معلم ها دفاع بکنیم، ولی این دفاع معلم ها هم باید فکر نکنن که تنها هستن و خودشون هستن، تو اون جامعه مثل اونا میلیون ها کارگر دیگر هم هستن که نیروی کارشون رو میفروشن، حالا اونا بخشن به بخش خصوصی میفروشن، بخشن به بخش دولتی. دولت ایران یه دولت بزرگ سرمایه‌داری هستش. بینندگان گرامی، گفتگو با فریده ثابتی، پژوهشگر و فعال جنبش لغو کار مزدی را ملاحظه کردید. کامل این گفتگو در سایت تلویزیون برابری قابل مراجعه می باشد. و اما در روز 30 فروردین ماه سال 1354، ماموران ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاهنشاهی، بیژن جزنی، محمد چوپانزاده، احمد جلیل افشار، عزیز سرمدی، حسن ضیاظریفی، کاظم ظلمبار، مصطفی جوان خوشدل، مشعوف کلانتری و عباس سورکی از زندانیان سیاسی آن زمان را در تپه‌های اطراف زندان اوین، در حالی که همچنان زندانی و اسیر بودند، تیرباران کردند. در 40مین سالگرد این جنایت سیاسی که از طرف همسر بیژن جزنی و خانواده او و دوستان و یاران او در پاریس برگزار شد، دوست عزیز بهروز فراهانی نیز از جمله سخنرانان بودند.
در این رابطه از او جویا شدیم. این مراسم برگزار شد 25 آوریل، بیش از 250-60 نفر حضور داشتند که 50-60 نفرشون از خارج اومده بودند، بقیه در فرانسه بودند و 6 نفر سخنرانی کردند که در دو دسته بودند. یک دسته 3 نفره که راجع به تاریخچه گروه جزنی و مسائل مربوط به اون گروه صحبت کردند که عبارت بود از خانم قریشی جزنی میهن و آقای پرویز نویدی و سیاگزار برلیان که راجع به چگونگی تشکیل گروه جزنی، نحوه خروج نوشتجاتش از زندان و به انتقالش به خارج، گروه 19 ممن در خارج کشور و انعکاسی که کشتار این گروه در خارج داشت صحبت کردن. و بعدش 3 نفر دیگه صحبت کردن که راجع به مسائل تئوریک خواستن صحبت بکنن. حیدر تبریزی راجع به چگونگی اشاعه نظرات بیژن جزنی در سازمان صحبت‌هایی کرد و اطلاعات بسیار جالبی رو در اختیار مردم قرار داد. بعد از اون آقای حمید نعیمی صحبت کرد و راجع به برش گروه جزنی و چپ نوینی که اونها بنیان گذاشتن از ایدئولوژی‌های پدرسالانه و وابستگی به این یا اون قطب جهانی صحبت کردند و این بداعت این گروه رو روش انگشت گذاشتن. و آخرین سخنان هم من بودم که راجع به درک بیژن جزنی از روحانیت در ایران من صحبت کردم. این و خانم بهرخ و مهرداد باران هم دو برنامه موزیک اعلام کردن که خیلی خیلی هم نوستالژیک بود هم جالب بود. و یک گروه رضا جاویدان هم یک خطه کوچک تئاتری اجرا کرد که همین ماجرای ترور اینها رو در تپه‌های اوین به نمایش می‌گذاشت. کتمان نظرات واقعی بیژن و به طور سیستماتیک از جانب بعضی از کادرهای سابق رهبری سازمان فدائیان این در این چند سال اخیر به خصوص بهش دست داده شده که من میبایستی در اینجا بهش پاسخ میدادم. البته 15 دقیقه بیشتر وقت نداشتم، فقط میتونستم به روز این مطالب اشاره بکنم. بیژن به مسئله روحانیت خیلی اهمیت فوق‌العاده میداده. اولا بیژن جزنی یکی از تنها مارکسیست ها و رهبران نظری ما هست که تاریخ ایران رو مثل کف دستش بلد بوده. اگر بیشتر ماها که نسل جدید هستیم واقعیتش اینه که تاریخ انقلاب روسیه و چین رو بهتر از مال خودمون میدونیم، اونا از کادرهایی بودن که از انقلاب مشروطه تا اون دوران خودشون رو خیلی خوب زیر ذره بین گذاشته بودن. و خود بیژن که تز پایان نامه دانشگاهیش رو روی بررسی نیروهای درگیر در انقلاب مشروطیت بیژن گذاشته و توی اون یک بخش کاملی رو به بررسی واکنش‌های روحانیت و جناح‌های مختلفش اختصاص میده که من توی این صحبتم به این اشاره کردم. بعد از اون هم در دو کتاب بزرگی که بیژن نوشته، یکی که به اسامی و عناوین مختلف اینا پخش شدن، آدم نمیدونه چجوری بهشون رجوع بده، یکیش رو به تحت عنوان تاریخ 30 ساله، یکی جنبندی مبارزات 30 ساله، اینها پخش شده. به هر حال در عرف امروز اینه که میگن تاریخ 30 ساله سیاسی جلد اول، تاریخ اقتصادی جلد اول و تاریخ سیاسی 30 ساله جلد دوم. در اینجا بیژن مسئله نیروهای درگیر در واقعی کودتای 28 مرداد و بعد ماجرای 15 خرداد رو زیر ذره بین میذاره. اون چیزی که توی تمام اینها به چشم میخوره بدبینی شدید نسبت روحانیت و دست گذاشتن روی خصلت قشری اینهاست. حتی در جایی که روحانیت نقش مهمی داشته و نقش مثبتی داشته، یعنی در انقلاب مشروطه، اون بخش از روحانیتی رو که نقش مثبت داشته یادآوری میکنه. مثلا میگه که دو سید بهبهانی و طباطبایی همواره در صف ملت موندن، ولی همونجا هم یادآور میشه که اینها حتی تو مجلس اول که بخشی از رهبری جنبش مشروطه در تشکیل میدادن خصلت‌های قشری داشتن. یه نقل قولی رو ازشون میکنه که سید بهبهانی که یکی از در واقع پیشروترین روحانیت بوده و جز رهبری جنبش مشروطه بوده، حق ویژه روحانیت رو میخواد برای اینکه قبل از اینکه قوانین به توشیه مجلس برسه اینا باید روش نظر بدن و سر و ناصره بکنن، که اون وقت میگه این تازه سید بهبهانی مترقی و پیشرو است که تا آخر تو صف مردم وایساد، دیگه وای به حال شیخ فضل الله نوری. یعنی همین تذکری که بیژن میده و این نقل قولی که میکنه که میگه ببینید حتی جنای پیشرو مشروطیت هم، روحانیت در مشروطیت، از حق ویژه و قشری روحانیت داره دفاع میکنه، نشوندنده تیسوشی اینه. اما بیژن تو کتاب اول خودش
که سال 1341 نوشت از خصلت‌های قشری دستگاه مذهبی اسم می‌بره و حسابی بهشون حمله می‌کنه. منتها بعد از این، یعنی که بعد این کتاب اول که همین مشروطیت باشه، ولی این دوتا کتابی که اسم بردم دیگه بیژن صراحتاً از واژه کاست مذهبی و مسائل قشری و کاستی روحانیت یاد می‌کنه و این تصادفی نیست. یعنی در مطالعاتش روی کنش و واکنش‌هایی که بین روحانیت و جامعه وجود داشته، بیژن عمیقاً به این نتیجه میرسه که مستقل از گرایش‌های طبقاتی و حمایت‌هایی که این یا اون جناح روحانیت میتونه از این جناح یا اون جناح حاکم و مغلوب توی جامعه بکنه، اینها یک گره مشترکی دارن و اون دفاع از منافع ویژه دستگاه روحانیت هست و در مرحله‌های تاریخی این به همه چی اونها میچربه. این نکته رو با وضوح در مورد خمینی مطرح میکنه و وقتی که جنبش 15 خرداد رو بررسی میکنه یه چیزی رو میگه. میگه نگاهی به کاست روحانی و نقش آن جریان 15 خرداد پیش بینی میشود که اصلاحات ارضی مستقیما منافع قشرهای روحانی در اراضی وسیع موقوفه را به خطر اندازد. علاوه بر اینها دادن حق رأی به زنان گرچه معنی آزادی زنان نبود، اما ضربه ای را متوجه موقعیت مذهبیون قشری و در نتیجه قشر روحانی می ساخت. پس برای مراجع مذهبی دو انگیزه برای حرکت وجود داشت. خوب به این دو انگیزه توجه کنید: یک، به خطر افتادن موقعیت فئودالیسم; دو، به خطر افتادن مسائل سنتی و قشری آنها. اما روحانیت مترقی نیز دو انگیزه برای حرکت خود داشتند. بازم توجه کنید: یک، مقاومت در مقابل دیکتاتوری رژیم که جنبش ملی را خفه می کرد; دو، به خطر افتادن مسائل سنتی و قشری اونها. صفحه 142 تاریخ 30 ساله. یعنی چی؟ یعنی باز میگه ببینید اگر یکی از اونها فقط برای به خطر افتادن موقعیت فئودالیسم بوده و دومی مسئله دیکتاتوری رژیم بوده که جنبش ملی خفه میکرده، اما هر دو در به خطر افتادن مسائل سنتی و قشری اونها با هم مشترک بودند و میگه که در این میان آیت الله خمینی توانست شخصیت ویژه از خود نشان دهد، چرا که در اعتراض به رفرم دستگاه نماند و دیکتاتوری و شخص شاه را مورد حمله قرار داد. بعدم میگه که همون موقع میگه توجه داشته باشید با این اتفاقی که در 15 خرداد افتاده، توجه بکنید که اگر فرصتی فراهم بشه روحانیت، دستگاه روحانیت از طریق خمینی نقشی رو ایجاد خواهد کرد که نقل قول میکنم قدرت او به مراتب بیش از آیت الله کاشانی در جنبش ملی کردن نفت خواهد بود. یعنی همونجا این متوجه شده بود. دائما هشدار میده که اگر جنبش مترقی، به خصوص مثلا جنبش چپه، ما نتونیم رهبری جنبش دیکتاتوری رو بر عهده بگیریم، مسئله‌ای که اتفاق خواهد افتاد اینه که اینها این رو به دست خواهند گرفت، رهبری رو، و کمر جنبش رو خواهند شکست. این اون چیزیه که لایت موتیویه که هم در کتاب مشروطیت بیژن، هم در تاریخ 30 ساله، و هم در اون چیزی که من تو این جزوه بهش میگم مانیفست بیژن جزنی راجع به مذهب و نقش اون در سیاست در ایران، که جزوه کوچیکی هست که تحت عنوان مارکسیسم اسلامی یا اسلام مارکسیستی که بیژن در سال 51، اواخر 51 یا اوایل 52 در زندان نوشته و خودش هم گفته که نظر به مساله فعلی جنبش، مجلسش مجاهدینی بودن که تو جنبش مسلحانه بودن، بهتر ما این رو منتشر نکنیم. از اونجایی که این خطاب به کادرهای فدایی کمونیست است، برای آموزش اونها هست در رابطه با این و نظرات خودش روشن میکنه، صراحت لهجه بیژن در این جزوه فوق‌العاده بالاست و ضمن توضیحاتی که میده اسلام رو به شدت میکوبه به عنوان یه ایدئولوژی ارتجاعی که حتی بردهداری رو قبول داره، نقش زنان رو له میکنه و مسائل دیگه‌ای که مطرح میکنه و میگه که این ادامه سنت ارسطویی هست و علم کلام اونها رو بررسی میکنه و توضیح میده که چه شرایط اجتماعی داشته، یک جنبندی و نقش خمینی هم دوباره اونجا زیر شلاق میگیره و هشدار میده به مجاهدین اون موقع که نرید به طرف این مراجع تقلید، شیشه عمر شما در دست اینها خواهد بود، مذهب مردم ما خرافیه، اگه اینا شما رو تکفیر بکنن، شمایی که رفتید دستبوس اینها پدرتون رو در میارن و غیره، که تماما اتفاق افتاد در رابطه با خمینی، با رجوی و پیشگونی‌های داهیانه بیژن رو اثبات کرد. یک جنبندی داره که باز من میدونم پرچونی دارم میکنم ولی اونو براتون میخونم و تمام میکنم. میگه ما کوشش خواهیم کرد احساسات مذهبی توده‌ها را جریحه‌دار نکنیم. به عبارت دیگر در مبارزه با مذهب دچار چپروی نشده و کار فردا را در برنامه امروز قرار نخواهیم داد. ما حتی به احساسات مذهبی توده احترام می‌گذاریم و به آن به کلی بی‌اعتنا نخواهیم بود و در حالی که بی آنکه ضروری باشد دست به تظاهر ضد مذهبی نخواهیم زد، سعی خواهیم کرد که مراجع مرتجع مذهبی را
در انظار توده ها بی‌اعتبار سازیم تا ضربه هایی را که به ما قطعا وارد خواهند آورد هرچه کمتر اثر داشته باشد. ادامه میده: ما بارها شاهد همکاری و اتحاد صمیمانه ارتجای سیاسی و مذهبی بوده ایم و در این زمینه دچار ساده‌لوحی و خوشباوری نخواهیم شد. ما هیچگاه به سندیت و اعتبار دستگاهی که دیر یا زود در مقابل انقلاب قرار خواهد گرفت ولو به عنوان تاکتیک کمک نخواهیم کرد، ولی مادام که این مراجع در مقابل دستگاه حاکمه قرار دارند و علیه ما وارد عمل نشده اند، از هماهنگی با آنها ابایی نخواهیم داشت. پایان نقل قول، صفحه 15 جزوه مارکسیسم اسلامی و اسلام مارکسیستی بیژن، که واقعا مانیفست بیژنه. یعنی بیژن هیچ تردیدی نمی‌کرد دستگاه روحانیت دیر یا زود در مقابل انقلاب خواهد ایستاد. بینندگان گرامی، دوست عزیز بهروز فراهانی در رابطه با 40مین سالگرد تیرباران زنده یادان بیژن جزنی و 8 تن دیگر از زندانیان سیاسی توسط عوامل ساواک، سازمان امنیت و اطلاعات رژیم شاهنشاهی در تپه‌های اطراف اوین توضیح دادند. همچنین در رابطه با دیدگاه بیژن جزنی در مورد ارتجاع روحانیت در ایران. همینجا برنامه این یک شنبه تلویزیون برابری که روز دوشنبه نیز بازپخش خواهد داشت از شبکه تلویزیونی دیدگاه به پایان میرسد. برنامه بعدی تلویزیون برابری روز پنجشنبه خواهد بود. تا برنامه آینده، اوقات شاد و دلپذیری را برای شما آرزو میکنم. شاد و پیروز باشید.